فردی به اسم علیرضا خیلی خسته و کوفته بعد از اینکه شیفت کاریش توی یکی از مراکز درمانی تهران در ساعت نزدیک به سه بامداد شنبه 25 خرداد 1400 تموم میشه با موتورش در حال برگشت به خونه بوده مسیر رفت آمد این فرد از میدون شوش تهران بوده این فرد دور میدون طبق عادت روزانه توقف میکنه تا نوشیدنی بگیره و بخوره اما آب نیمه فروشی که پاتوقشه تعطیل بوده علیرضا متوجه میشه که گویا اتفاقی برای این شخص افتاده بوده چرا که اون همیشه تا اواخر صبح پذیرای مشتری بوده با این وجود اما علیرضا به دنبال اینکه نمیتونه چیزی بخوره از اونجا راه میفته تا به خونش بره تو همین حین اما اتفاقی میفته که باعث میشه این شخص کمی تعمل بکنه گویا این فرد کنار سطل زباله موجود در اونجا متوجه چیز عجیبی شده بوده و همین هم باعث میشه تا از روی کنجکاوی به سمت اون شی مشکوک بره این شخص خودش میگه باور کنید به قدری ترسیده بودم که نمیتونستم سر پام وایستم از طرفی خیلی هم خسته بودم و همین هم باعث شده بود با دیدن این صحنه نابود بشم کنار سطل زباله یه دختر جوان حدود 21 دو ساله ظاهرا بیهوش روی زمین افتاده بود در حالی که اصلا وضعیت مناسبی نداشت و سر و وضعش هم خونی بود علی رزا که خودش پرستار و کادر درمانی بوده اول نبض دختر رو چک میکنه اما نبضش خیلی ضعیف بوده تنفسش هم خیلی کوتاه و هر چند ثانیه یک بار بوده علی رزا بعد از اینکه شرایط موجود رو میسنجه بلافاصله با اوژانس تماس میگیره و موضوع رو اطلاع میده به دلیل خلوت بودن خیابونها اورژانس حدود ده دقیقه بعد به محل میرسه و کادر درمان اورژانس سریع وضعیت این دختر رو بررسی میکنن و اون رو توی آمبولانس میذارن و به نزدیکترین بیمارستان مراجعه میکنن اما متاسفانه تو همین بازه زمانی دختر بیچاره بر اثر جراحاتی که داشته و آسیب های جدی که دیده بوده فوت میکنه کادر درمان توی آمبولانس عملیات سی پی آر هم برای احیای اون انجام میدن ولی بیفایده بوده و دختر زمانی که به بیمارستان میرسه در مسیر راه تموم میکنه پزشکا و کادر درمانی اون بیمارستان هم هر چقدر تلاش میکنن بیفایده بوده اما به دلیل مشکوک بودن مرگ این دختر که هیچ مدارک هویتی هم همراهش نبوده موضوع به حراست بیمارستان و بعد هم پلیس گزارش میشه علیرضا فردی که گزارش این اتفاق رو داده بوده ب... همراه این دختر توی بیمارستان حاضر بوده اونطور که مشخصه این شخص خودش جزو یکی از کادر درمان همون بیمارستانه علیرضا بعد از اینکه با پزشکایی که بالا سر این دختر بودن حرف میزنه متوجه این موضوع میشه که متاسفانه دیگه تلاش ها بیفایده است برای همین هم ماجرا رو برای بررسی های دقیق تر و بیشتر به حراست بیمارستان اطلاع میده مجموعه حراست بیمارستان هم از اونجایی که به قضیه حساس میشن و مشخصم نبوده که دقیقا چه اتف... فاقی افتاده توی بررسی های فیزیکی این شخص هم هیچ مدارک شناسایی از اون به دست نیاورده بودن برای همین هم موضوع رو به پلیس تهران اطلاع میدن با حضور پلیس و همچنین گزارش پزشک شیفت شب بیمارستان مبنی بر مشکوک بودن مرگ این دختر مراتب به پلیس ویژه جنایی و اداره آگاهی اعلام میشه و اونا هم به سرعت خودشون به بیمارستان میرسونن جنازه به همون شکلی که بوده توی بیمارستان منتقل میشه و تو بخش مخصوص خودش نگهداری میشده نیروهای آگاهی ابتدای امر از حراست بیمارستان پیگیر موضوع میشن و بعد هم جسد رو بررسی میکنن اونطور که مشخص بوده این دختر به دنبال اتفاقات دلخراشی که براش افتاده دچار این حادثه شده پلیس با دستور بازپرس پرونده جنازه رو به پزشکی قانونی راهی میکنه تا علت دقیق مرگ مشخص بشه علیرضا که خودش هم جزو کادر درمان همون مرکزه و اونجا حاضر بوده به پلیس میگه زمانی که من داشتم به خونه برمیگشتم این دختر دقیقا دور میدون شوش پشت یکی از سطرهای زباله افتاده بود ولی چون هنوز زنده بود و نبزش خیلی ضعیف بود با اوجان تماس گرفتم و الانم که بنده خدا فوت کرده پلیس از علیرضا چندین سوال تخصصی میپرسه و بعد از اینکه متوجه میشه ساعت خروج اون از مرکز درمانی چه وقت هست و اینکه دقیقا شیفتش چه زمانی تموم شده متوجه میشه که اون حقیقت رو گفته با این حال علیرضا مشخصات کامل خودش و شماره تماسش رو هم در اختیار مامورا قرار میده و قرار میشه که در دسترس باشه بازپرس ویژه جنایی هم با ات از این موضوع دستور انتقال جسد رو به پزشکی قانونی داده تا علت دقیق مرگ این دختر مشخص بشه مامورا با توجه به محل پیدا شدن جسد دختر به اونجا میرن تا شاید با کمک دوربین های مدار بسته بتونن سرنخی به دست بیارن چندین دوربین اطراف میدون شوش بوده ولی به دلیل اینکه فاصله دوربین ها با جایی که جسد پیدا شده زیاده و مهمتر اینکه هوا تاریک بوده و کیفیت دوربین ها پایین بوده تنها چیزی که میبینن این بوده که یه موتورسیکلت که مدلش هم مشخص نیست با سه سرنشین حدود یک ساعت قبل از اینکه علیرضا این دختر رو پیدا کنه یعنی حدود ساعت دو شب به اونجا اومدن و یکی از سرنشین ها که همون دختر فوت شده بوده رو پشت سطل زباله میندازن و به سرعت متواری میشن اونطور که مشخصه این دو نفر دختر رو بین خودشون نگه داشتن تا کسی به موضوع شک نکنه از طرفی اونطور که علیرضا گفته گویا این شخص موقعی که به اونجا منت... شده هنوز زنده بوده با این وجود اما هنوز به طور دقیق علت این حادثه مشخص نیست که چیه و پلیس منتظر گزارش پزشکی قانونی میشه و در کنار این موضوع تحقیقات برای پیدا کردن هویت و خانواده این دختر در جریانه از طرفی مامورا توی محل حادثه متوجه میشن تنها دوربینی که به اون نقطه دقیقا دید داشته مربوط به یه مغازه سوپرمارکت بوده اما متاسفانه گویا صاحب این مغازه ازادار و با پیگیری های پلیس مشخص میشه که مغازه چند روزی هست که تعطیله مامورا با تحقیقات میدانی در محل صاحب مغازه رو به نام حسن شناسایی میکنن و برای اینکه گره پرونده زودتر باز بشه به محل سکونت اون میرن تو همین حین اما از یکی از کلانتری های سمت شرق تهران گزارشی به مامورای آگاهی میرسه که تا حدودی میتونسته کمک زیادی به پیشرفت توی پرونده کمک بکنه مردی حدودا 60 ساله به نام عبدالرضا به کلانتری مراجعه میکنه و اعلام میکنه دخترش فرار کرده الان هم نمیدونه که کجاست و هرچی هم با گوشیش تماس میگیره جواب نمیده مامورای کلانتری هم پرونده رو سریعا به اداری آگاهی تهران ارجا میدن و عبدالرضا به اداره میره و میگه قضیه برمیگرده به حدود 7 8 ماه پیش و داستان اینه که شمیم دختر من یکی دو تا دوست همسن خودش داشت که دخترای موجه و خوبی نبودن و من با دیدن اونا که با دخترم بیرون میرفتن متوجه شدم که اونا به احتمال زیاد اعتیاد دارن البته احتمال نبود خودم به عینه شاهد این موضوع بودم و یه بار دست یکیشون سیگار دیدم که تا منو دید اون رو انداخت زمین به شمیم دخترم گفتم که اینا دوستای خوبی برای تو نیستن دلم نمیخواد با اینا بگردی اما دخترم با پرخاشگری میگفت بابا من دیگه بچه یه ده ساله نیستم که همش به هم گیر میدید خودم میدونم دارم چی کار میکنم و حواسم هست اما بعد از مدتی از اون چیزی که میترسیدم سرم اومد واقعیتش چند روزی بود که من احساس میکردم دخترم درگیر مواد مخدر شده از رفتارش و قودی زیر چشمهاش قشنگ مشخص بود که داره چی کار میکنه مشخص بود که اون مشغول مصرف مواد شده من برای اینکه ازم فاصله نگیره چیزی بهش نگفتم و نامحسوس زیر نظرش داشتم تا ببینم که به چیزی که شک دارم حقیقت داره یا نه متاسفانه به دنبال چند روزی که من توجه هم رو به دخترم بیشتر کردم متوجه شدم اون توی خونه خودم تو اتاقش در حال مصرف مواده اونقدری درگیر کار بودم که یادم رفته بود یه دختر دارم که باید ازش مراقبت کنم بعد از اطلاع از این قضیه خیلی اذیت شدم و از درون عذاب می کشیدم دنیا روی سرم خراب شده بود حالم به قدری بد بود که همسرم همون شب منو به دلیل شک عصبی برد بیمارستان حالم خیلی بد بود که توی بیمارستان هم پزشکا به سختی تونستن شوک که عصبی که به هم وارد شده رو مهار بکنن اون شب شب خیلی سختی برام بود و همه چیز برام غیر قابل باور شده بود عبدالرضا میگه اون شب توی خونه بعد از اطلاع از این قضیه فشار زیادی روی من بود فهمیدم که دختر دست گلم شمیم که همیشه پر از انرژی و خندون بود و خونه ما بدون اون سوت و کور میشد تو دام اعتیاد شدید افتاده اونم مواد مخدر شیشه یا نمیدونم هروئین حال از اونجایی که همیشه با هم راحت بودیم و اونم حرفاشو به هم میزد ازش خواستم خیلی معقولانه با هم حرف بزنیم خجالت میکشید و نمیتونست که توی روم نگاه کنه اما من سعیم بر این بود که دخترم رو نجات بدم و اصلا نمیخواستم طوری برخورد بکنم که اون احساس غریبی بکنه و بخواد ازم فرار بکنه بهش گفتم دخترم تو که میدونی من همه جوره کنارتم و هر کاری بخوای برات میکنم چرا این کارو با خودت و من و مادرت میکنی چرا میخوای زندگی و آینده تباه بشه دخترم بعد چند ثانیه به گریه افتاد و گفت بابا اشتباه کردم تو رو خدا کمکم کن من میخواستم خودم تنهایی ترک کنم ولی یه شب تا صبح نتونستم تحمل کنم و مصرف کردم تا آروم شدم من بعد از شنیدن این حرفا وقتی مطمئن شدم که دخترم میخواد ترک بکنه خیلی خوشحال شدم مشخص بود که اون با وجود اینکه درگیر این موضوع شده در حال حاضر پشیمونه همون فردا شمیم رو به یک کلینیک مخصوص ترک اعتیاد بردم که خیلی هم مجهز بود و دکترای خوبی هم داشت و اونجا شمیم رو بستری کردیم اما بعد از فقط چهار روز از اونجا با من تماس گرفتن و گفتن که شمیم از مرکز فرار کرده باورم نمیشد که چنین اتفاقی افتاده باشه آخه دخترم خودش با پای خودش همراه من به اونجا اومد تا ترک بکنه اونطور که کادر اون مرکز ترک اعتیاد گفته بودن گویا دخترم اونجا شرایط سختی رو متحمل شده بوده برای همین هم دست به این کار زده طبق گفته یه کادر مرکز ترک مواد برای دخترم اونجا شرایط خیلی سخت بوده اینقدر حالم بد بود که نمیدونستم باید چی کار کنم و همسرم گفت بهترین راه اینه که به پلیس بگیم و پیداش کنیم این شد که الان اومدم پیش شما خواهش میکنم دخترم رو پیدا کنید مامورا مشخصات ظاهری و عکس شمیم رو از عبدالرزا میگیرن و تحقیقات خودشون رو آغاز میکنن اما متوجه میشن که عکس شمیم شباهت خیلی زیادی به جسدی که توی میدون شوش پیدا شده و تو پزشکی قانونی هست داره برای همین هم با پدر شمیم تماس میگیرن و اون به پزشکی قانونی راهنمایی میشه عبدالرضا پیگیر میشه و از نیروهای پلیس میپرسه که چرا باید به پزشکی قانونی مراجعه بکنه پلیس ماجرا رو به این شخص میگه و عبدالرضا بعد از شنیدن این قضیه حالش خیلی بد میشه اون با زحمت به همراه همسرش به پزشکی قانونی میاد عبدالرضا و همسرش بعد از دیدن جسد چنان به سر و صورت خودشون میزدن که کادر درمان پزشکی قانونی مجبور میشن اونا رو به خاطر حال بدشون راهی بیمارستان کنن مامورا ادامه شاخه تحقیقات خودشون رو در مورد تنها دوربین بازبینی نشده ی مغازه حسن ادامه میدن و با راهنمایی های مغازه اون بالاخره محل زندگی حسن رو پیدا میکنن و سریعا راهی اونجا میشن پارچه‌های سیاه و پیام‌های تسلیت رو در و دیوار خونه حسن هم نشون میداده که اون مادرش رو از دست داده ولی با این حال وقتی حسن رو میبینن موضوع رو بهش میگن و اونم هم همراه مامورا به مغازه خودش میاد و پلیس با توجه به تاریخ زمان حادثه دوربین مغازه حسن رو به دقت بازبینی میکنه و بالاخره شماره پلاک موتورسیکلت که مدلش مشخص بوده رو با سختی زیاد به دست میارن چون روی پلاک عقب موتور قاب دودی رنگ داشته و با توجه به اینکه هوا تاریک بوده خیلی سخت می شده شماره رو تشخیص داد اما چون دوربین مغازه حسن خیلی با کیفیت بوده اونها شماره رو به دست میارن و استعلام از اون شماره رو شروع میکنن موتور متعلق به فردی به اسم وحید بوده که سابقه دو سال زندان هم به جرم حمل مواد داشته معمورا، آدرس و مشخصات کامل محل سکونت وحید رو پیدا میکنن و بلافاصله راهی خونه اون میشن پلیس توی محل مورد نظر هر چی در خونه وحید رو میزنه کسی جواب نمیده مامورا هم با کسب دستور قضایی از بازپرس پرونده وارد خونه میشن اونطور که مشخص بوده اونجا ظاهرا یه خونه مجردی بوده و توی بررسی دقیق از خونه مقداری مواد شیشه به دست میارن موتور وحید توی حیات کوچیک خونه بوده اما هیچ اثری از خودش نبوده مامورای آگاهی از همسایه مجاور خونه وحید سوالاتی در مورد اون و رفت و آمدش میپرسن پیرمردی که همسایه این شخص بوده میگه والا ما خودمون هم آرامش و آسایش از دست این آدم نداریم معلوم خلافکار و معتاده یکی از دوستاش هم همیشه خدا اینجا پیش اون بود ولی چند روز پیش دیدمش که یه ساک دستش بود و گفت حاجی من میرم شهرستان یه سری به پدر و مادرم بزنم و میام چون همیشه بهش تذکر میدادم این کارها رو اینجا نکن و اونم همش می می گفت که چشماجی ماجی ولی گوش نمیداد خدا بگم چیکار کنه اون املاکی که این خونه رو به وحید اجاره داد صاحب خونه شخص دیگه ایه. وحید اینجا مستجر و چند ماهی میشه که من متوجه شدم این فرد درگیر چه کارهایی شده همسایه ها قبلا راجع به این موضوع با هم حرف زده بودن خونه من چون نزدیکتر از بقیه به اینجا بود برای همین هم از من پیگیر بودن ببینن که آیا واقعیت داره که وحید درگیر مواد و کارهای خلاف هست یا نه من هم از چیزی خبر نداشتم برای همین هم بهشون میگفتم که منتظر بمونن تا بررسی بکنم این اواخر به دنبال اینکه توجه هم رو بیشتر روی وحید گذاشته بودم متوجه شدم که حرف های همسایه ها درسته مامورا از پیرمرد میپرسن که میدونی خونه یه پدر مادر این پسر کجاست اونم میگه والا دقیق نمیدونم ولی میدونم که پدر مادرش اهل تبریز هستند و توی شهر اهر زندگی میکنن با گرفتن شماره تلفن وحید از پیرمرد همسایه مامورا تلفن اون رو تحت رصدهای مخابراتی قرار میدن و آنتن خط وحید نشون میداده که اون هنوز توی شهرستان اهره مامورا توی وحله اول احتمال میدن که وحید برای مخفی شدن به شهرستان اهر رفته اما توی بررسی های بیشتر و تحقیقات تکمیلی تری که صورت میگیره بازپرس پرونده این احتمال رو میده که وحید سعی داشته باشه تا از طریق شهرستان خداآفرین از مرز به صورت قاچاقی خارج بشه برای همین هم با توجه به این قضیه پلیس تمام مشخصات ظاهری و نشونی های وحید رو به تمام پایانه های مرزی اعلام میکنه تا در صورت مشاهده اون رو دستگیر بکنن مامورا بدون فوت وقت و با کسب نیابت قضایی از بازپرس ویژه و همچنین هماهنگی های لازم با اداره آگاهی شهرستان اهر راهی اونجا میشن مسیر اما طولانی بوده و همین هم کار رو برای پلیس کمی سخت میکنه مامورا بعد از اینکه به شهرستان اهر میرسن هماهنگی های لازم رو انجام میدن و تحقیقات خودشون رو آغاز میکنن تو همین حین نیروهای آگاهی گزارشی به دستشون میرسه مبنی بر دست فردی 28 ساله به اسم مهدی ولی با مشخصات همون شخصی که توی سیستم پلیس آگاهی تحت تعقیب و متواری بوده یعنی همون وحید که قصد داشته از مرز زمینی و با پاسپورت جعلی از کشور خارج بشه اونطور که مشخص بوده گویا وحید سعی داشته تا با جعل مدارک و اسم و هویت خودش یه جورایی خودش رو مخفی بکنه اما پلیس موفق شده بوده تا این فرد رو شناسایی بکنه نیروهای آگاهی بعد از رسیدن به اهر با هماهنگی های قضایی مهدی یا همون وحید رو که حالا هویت اصلیش فاش شده بوده به تهران و اداره منتقل میکنن وحید وقتی پشت میز بازجویی میشینه تو همون سوال اول مامورا که ازش میپرسن چرا با پاسپورت جعلی میخواستی از مرز رد بشی گیر میکنه و شروع به تناقض گویی میکنه این فرد میگه از چیزی اطلاع نداره و وحید رو هم نمیشناسه و نمیدونه که پلیس داره راجع به چه چیزی حرف میزنه این شخص توی اظهارات خودش میگه الان بالای چند ماهه که توی شهرستان خودشونه و به هیچ عنوان هم توی تهران زندگی نمیکنه وحید همه چیز رو از ریشه انکار میکنه و همین هم باعث میشه تا پلیس اون رو به عنوان مزنون اصلی پرونده در نظر بگیره اما این کارش نت... نتیجه نمیده و با فشار بازجوی ها بعد از سه روز بالاخره وقتی متوجه میشه که دوربین پلاک موتورش رو ضبط کرده و شمیم مرده میفهمه که دیگه راهی جز اعتراف نداره این شخص توی اظهارات خودش میگه من و مراد دوستم هر دو اعتیاد به شیشه داریم ولی نه جوری که بخوایم زیاد روی کنیم چند ماه پیش شمیم همراه یه دختر دیگه که مشتری خودم بود پیشمون اومد و کمی مواد خریدن و من و مراد یه پاتوق مخفی توی انباری قهوه خونه دوست مشترکمون داریم که هر وقت میخواستیم اونجا میرفتیم و مواد میزدیم شمیم اولش تفریحی میکشید ولی زیاده روی کرد و در عرض فقط یک ماه اعتیادش زیاد شد و بیشتر اوقات میومد دنبال مواد یه شب که شمیم حدود ساعت 7 8 عصر اومد اونجا دنبال مواد بهش گفتم پول آوردی یا نه اونم گفت دفعه بعد یه جا حساب میکنه قبول کردم و ستایی یعنی من و مراد و شمیم رفتیم توی انباری و مشغول مصرف شدیم که متوجه شدم شمیم خیلی نشه کرده و حالش اصلا خوش نیست شمیم به دنبال اینکه مواد مخدر زیادی مصرف کرده بود افتاده بود یه گوشه و اصلا نمیتونست تکون بخوره مراد بعد از اینکه این دختر رو توی اون وضعیت دید از اونجایی که خودش هم مواد مصرف کرده بود با دیدن بدن سفید شمیم تحریک شد و تصمیم گرفت بهش نزدیک بشه من مانعش شدم چون میدونستم که برامون دردسر ایجاد خواهد شد اما به حرفم گوش نداد و به هم پیشنهاد داد که دو نفری بهش تجاوز بکنیم چیزی متوجه نیست و کسی هم نمیفهمه که چه اتفاقی افتاد من اما زیاد به این حرفش قبول نداشتم ولی با این وجود خودم هم تحریک شده بودم برای همین هم به سمت شمیم که گوشه اتاق مانتوشو در آورده بود و دراز کشیده بود رفتیم مراد پاهاش رو گرفت من هم سرش رو گذاشتم روی پاهام من مراعات حال این دختر رو کردم اما مراد اصلا براش مهم نبود که اون اذیت میشه شمیم تا حدودی هوشیار بود از طرفی هم مواد خیلی نشش کرده بود ما نمیدونستیم که اون باکر است یا نه مراد گفت بذار انگشتمو ببرم توی واژنش مشخص میشه این پسر اما مراعات نکرد و موقعی که دوتا تا انگشتشو توی واژن این دختر فرو کرد متوجه شد که اون باکر است اما دیگه دی شده بود و متاسفانه پرده اون بر اثر این کار پاره شد مراد در حالی که شمیم متوجه موضوع شده بود و خواهش میکرد که رهاش کنیم اما به اون توجهی نکرد و هرچی در توانش بود برای نزدیکی با شمیم استفاده کرد این دختر زیر مراد به قدری بهش فشار وارد شد که دیگه توان رابطه جنسی دیگر رو نداشت من کاری باهاش نداشتم و فقط سرش رو نگه داشته بودم که موقع رابطه اذیت نشه ما بعد از اینکه کارمون تموم شد متوجه شدیم که شمیم حالش چندان خوب نیست نگران وضعیتش بودم به مراد گفتم که نباید این کارو و باهاش درگیر شدم اما به حرفم گوش نداد مراد بدن شمیم رو هم با ناخونهاش خونی کرده بود بعد از کلی بعد ساعت دو نیم شب اینطورا بود که اونو با سختی سوار موتور کردیم و سه نفری را افتادیم بعد مراد گفت اینجوری خیلی تابلوه ممکنه یه دفعه پلیس یا گشت ما رو ببینه واسه همین به میدون شوش که رسیدیم پیادش کردیم و اون فکر میکرد دم خونشونه و همونجا توی پیاده رو افتاد روی زمین و من و مراد هم زود فرار کردیم الانم که با گرفتن مشخصات کامل مراد و نشونی محل زندگیش مامورا بلافاصله با عملیات شبونه ساعت یک شب مراد رو هم توی خونهشون دستگیر و به اداره منتقل میکنن مراد هم وقتی وحید رو میبینه دیگه مقاومتی نمیکنه و حرفهای وحید رو کاملا تایید میکنه این پسر میگه وحید دروغ میگه حین اینکه من در حال رابطه با اون بودم وحید هم همزمان با من باهاش نزدیکی میکرد گزارش پزشکی قانونی هم به طور مفصل به دست من امور میرسه علت مرگ شمیم مصرف دوز بالای مخدر شیشه و همچنین تجاوز خشن از عقب و جلو به طور همزمان به این دختر و پارگی ناحیه تناسلی و قسمتی از رحم اون اعلام میشه وحید و مراد به قهوه خونه قلام برده میشن و صحنه جنایت خودشون رو بازسازی میکنن و همچنین قهوه خونه هم پلوم میشه و خود قلام همراهی بازداشتگاه میشه تا توی پرونده جداگونه به جرم اون رسیدگی بشه جلسه دادگاه این پرونده هم برگزار میشه و در ابتدای جلسه عبدالرضا پدر شمین با چشمانی خونبار از اشک و آه میگه چه آرزوها که برای بچم نداشتم آقای قاضی من و همسرم فقط قصاص میخوایم بعد وحید و رامین هم به جایگاه میان و منکر اعترافات خودشون میشن و میگن ما تحت بازجویی شدید اقرار کردیم اما قاضی با توجه به محرز بودن جرم اونا بنابر شواهد و ادله محکم توی پرونده وحید و مراد رو به جرم تجاوز به عنف و قتل شبه عمد به هفت سال زندان و اعدام و پرداخت خسارت محکوم میکنه رفقای گلم رسیدیم به آخر پرونده ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو هم سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه خیلی ممنونم که تا اینجا پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای دختر که توسط دو نفر رو بوده میشه و توی زیرزمین زیر شکنجه بهش تجاوز میشه رو تماشا بفرمایید